چند روز پیش توی پیجم کاور رو از منتشر کردم که توی اون کاور چهره سوپان رو با یک چهره دیگه توسط هوش مصنوعی سیویل عوض کرده بودیم خیلیاتون درخواست کردید که توی جلسه جدید این آموزش رو با هم دیگه داشته باشیم توی این جلسه میخوایم که چهره یا چهره هایی رو با چهره های دیگه توی تصویرهای دیگه عوضش بکنیم و به راحتی میتونیم این کار رو با اکستنشنی توی استیبل دیفیوژن انجام بدیم بریم سراغ دسکتاپ که این آموزش رو با هم داشته باشیم بسیار علی دوستان اومدیم سراغ دسکتاپ و استیبل دیفیوژن رو من اجرا کردم یه پرامپتی زدم اینجا یه مرد خوشتیپی که روی هواپیمای صندلی لوکس هواپیما تکیه داده و یه برج ایفل و هوای غروب آفتاب میبینید که به راحتی تمام تا با همین مدل ساده که اینجا هست اینو من جنریتش بکنم و شما میتونید این تصویر رو ببینید اما فکر کنید خب من یه بلاگر مثلا ترافل هستم مسافرت هستم یا مثلا واسه یه نفر دیگه دارم این کار انجام میدم شما که دیزاینر هستید گرافیک دیزاینر میخواید یه واسه یه نفر دیگه تامنیل بزنید یا مثلا کاور بزنید یا هر چیزی یه بنر واسه یه وبسایتی تولید بکنید خب و ازتون میخواد که خب تصویر چهره من رو فرزن منی که بلاگرم روی اون چیزی که جنریت شده قرار بدید مثلا یه عکسی واسهتون میفرسته روی اون میخواید قرار بدید میتونیم همچین کاری انجام بدیم بله میتونیم میتونیم با پلاگین ریاکتور این موضوع رو به راحتی هندلش بکنیم اما شاید خیلی که حالا آشنا هستن قبلا با استیبل دیفیوژن بگن که از پلاگین روپ چرا استفاده نمی‌کنی اون به دلیل اینکه دیگه آپدیت نمیشه اون گیتابش من از اون استفاده نمیکنم و ریاکتور خیلی امکانات ویژتری نسبت به اون داره و میتونم بگم که فعلا پادشاه همین پلاگین هستش حالا چهجوری باید این ریاکتور رو ما نصبش بکنیم خیلی راحت میام تو این لینک گیتابی که واسهتون توی کپشن همین ویدیو توی در واقع دیسکریپشن همین ویدیو توی یوتیوب قرار میدم میام اینجا روش نصب رو گفته اگه میخواین روی سیستم خودتون نصبش بکنید که اول باید ویژوال استودیو رو نصبش بکنید که آین از اینجا برای ویندوز خب وارد این قسمت میشید و اینجا فری دانلود رو میزنید و دیگه نکس نکس و اینستال چیزی که میاد واسه اتون دوباره میره خودش 300 400 مگ یه اینستالر دانلود میشه 300 400 مگ هم خودش دانلود میکنه که خیلی ساده میتونید این کارو انجام بدید که بذار من باز کنم ویژوال استودیو 2022 و همین راحتی شما نصبش میکنید و به این مرحله میرسید و تمام اوکی بعد از اینکه این, این کار انجام دادید باید بیاید اکستنشن در واقع ریاکتور رو از این آدرسی که اینجا خودش قرار داده که همین میشه وارد تب اکستنشن بشید اینستال فرام یو آر ال رو بزنید اینو اینجا بزنید اینستال رو بزنید حتما برگردید اینجا و اپلای و ریلود رو بزنید بعد از اینکه نصبتون انجام شد خب به این سادگی ما تو میتونیم اینو رو روی سیستم رو نصبش بکنیم خب بعد از اینکه نصبش کردیم و در واقع ریستارت شده استیبل دیفیوژن ما پلاگین ریاکتور رو اینجا داریم میخوایم چهره یک نفر رو, رو روی این حالا سوژه‌ای که جنریت شده قرار بدیم من میام و چهره آسوپان رو از اینجا انتخاب میکنم و جنریت رو کلیک میکنم ما فعلا کار خاصی بچه انجام ندادیم فقط یک تصویر وارد کردیم و ریاکتور رو انیبل کردیم ببینیم که چجوری میتونه این کار رو انجام بده الان دقیقا وقتی روی صد گیر میکنه داره دیتکت میکنه فیس ایشون که به عنوان فیس در آقا سورس ما هست و فیس هدف رو و داره تغییرات رو روی چهره ایشون لحاظ میکنه معمولا بار اولی که دارید کار انجام میدید روی چهره یک فرد یعنی تصویر اینجا وارد کردید یه مقدار میتونه زمان ببره حالا ببینیم ببینیم که چه نتیجه ای داده خب ببینید تقریبا خب از طریق ریش ها و سیبیل ها میشه فهمید که خیلی خوب متوجه شده که چه کاری باید انجام بده بعد اما یه مقدار خب جای کار داره دیگه قطعا اما خب تصویر رو به نظر من تونسته که شبیه سازی رو انجام بده ما اینجا خب یک بار دیگه میخوام جنریت بزنیم مثلا با سمپلینگ دی دی, دی, دی مثلا کجاست اینجا و اینم میبرم عدد بالاتر و یک بار دیگه من جنریت رو کلیک میکنم بریم ببینید که توی این حالت و این سامپلینگ متد چی میتونه واسه این من بسازه حالا بچا بعد از اینکه ما رسیدیم به یه حالت استیبل خب میتونیم سیدش رو برداریم و مدام از طریق همون جنریت رو انجام بدیم حالا اینجا خیلی بهتره که با تا جمعیدی که یه واید شات به من داد میتونیم یه پورتره ازش بخوایم که دیگه مثلا پاها و اینا مشخص نباشه داره این رو ببین دقیقه خود صبحان رو توی هواپیما داره میساز خب حالا اینجا looking to کامیرا رو اینجا میزنم خب با توجه اینکه چهره‌ای که من وارد کردم رو به دوربین داره نگاه میکنه بریم ببینیم که آیا اینجا اگر نما روبروی دوربین باشه تقریبا میتونه شبیه سازی بهتری انجام بده و بچه همونطور که میبینید فوق یعنی خود صبحان رو اینجا تونست واسه ما بسازه همونطور که میبینید خود این شخص رو اینجا تونست و سیما بسازه و فوق است پس بچه با توجه به عکسی که شما وارد می و اون سورس و هدفی که انتخاب می کنید میتونید اینجا به راحتی این کار انجام بدید خب بچه در روی دیگر قضیه خب من یه حالا پرامتی زدم یه همین تصویر گرفتم ازش میتونم حالا تصویر بهتری هم ازش بگیرم ولی خب فعلا بریم ادامه بدیم در مورد اینه که ایراد داره خودتون میدیدید چه جوری باید اینا رو رفش بکنید توی جلسه قبل اینا رو گفتم خب ببینید من یه همچین تصویر رو دارم الان خب فعلا سیدش هم بر نمیدارم میخوام یه مقدار حالا رندوم هم بکنم میام ریا... ریاکتور رو باز میکنم و تصویر سپان رو وارد میکنم اینجا خب وقتی وارد کردم دلم میخواد که ایشون خب در واقع تصویرش یعنی چهرهش بیفته مثلا روی شخص اول یا شخص دوم خب اینو چجوری میتونم مشخص بکنم که فقط روی یکی از اینها بیفته و اون که کدوم بیفته رو هم مشخص بکنم ببینید ما به این میگیم سورس ایمیج اینجا هم خودش نوشته خب من یه سورس ایمیج دارم وقتی یه سورس ایمیج دارم چهره ایشون میشه از صفر شروع میشه صفر حالا اگر دوتا بود از چپ به راست دومی میشد یک الان اینجا ایشون صفره ایشون یکه اما این تارگته خب تارگت ایمیج منه الان اگر من بخوام بگم تصویر آقا سوپان خب سوپان یه دونه چهره اینجا تو این تصویر یه چهره داریم ما دو نفره نیست عکسش خب میگم آقا صفره بیفته روی مثلا یک خب، که میشه این شخص پشت سر حالا من یک بار دیگه جنریت رو انجام میدم و بریم ببینیم که آیا میتونه این کار رو انجام بده یا نه از چپ به راست حالا من چون سیدش رو بر نداشتم الان احتمالا یه تصویر دیگه ای رو کلا جنریت بکنه که از چپ به راست اگر در نظر بگیریم الان اینجا باید روی ایشون چهره صبحان رو باید قرار بده و همونطور که میبینید این اتفاقی میفته و چهره صبحان رو در شخص صفر نه توی یکم قرار میده حالا ببین اینو من به عنوان یک مثال آوردم که شما بدونید مثلا توی تصویرهای چند نفره میتونید در واقع از این روش استفاده بکنید تا بگید که کدوم چهره توی کدوم چهره بیفته مثلا اگه اینجا شما سه تا شخص داشتید میخواست بگی وسطی میشه یکم دیگه خب و یکم بیفته روی اولی خب مثلا نفر سوم که میشه دو دو بیفته روی اینجا مثلا میشه شماره دوم دیگه مثلا میشه یکم خب اینجوری میتونیم ما مشخص بکنیم و اینکه کدوم چهره با هم دیگه عوض بشن رو میتونیم توی یک ویدیوی دیگه یه مقدار تخصصی تر بهش بپردازیم خب بچه من یه همچین تصویری رو حالا مجدد با یک شخص جنریت کردم و الان میخوام چهره صبحان رو در واقع روش قرار بدم ریاکتور رو روشن میکنم بچه واسه اینکه زمان کمتری این پردازش طول بکشه ما میتونیم به جای اینکه بسپوریم خود ریاکتور خب بیاد و در واقع جنسیت رو تشخیص بده ما میتونیم بگیم که میلان لی مثلا خب اینا رو مشخص بکنیم پس میتونیم کارم انجام بدیم حالا در واقع ما میخوایم که اینجا صرف باشه اینم صرف باشه دیگه یعنی از چهره توی سورس ایمیج اول به چهره در تارگت ایمیج دوباره اول این کار انجام بده اینکه که ریستور فیس و اینا چی هستن شما میتونید اینجا سرچ بکنید و بیاین مطالعه انجام بدید توی گیت هابش و یه سری مستندات دیگر رو هم میتونید در واقع سرچ بکنید یه بیشتر اوقات از همین استفاده میکنیم و همچین حالتی حالا اگر بخوایم مثلا کد فورمر یه مقدار حالا در موردش مطالعه بکنید باید دوباره گوگل سرچ بکنید همین اتفاقو و اینکه اگر کمترین در واقع میزان تاثیر رو بذاره عدد یک بیشتر میزان تاثیر عدد نزدیک صفر باید این اتفاق رو این در واقع پارامتر رو قرار بدید من روی 24 همچین چیزی رو دوباره جنریت انجام میدم البته بهتر بود رو برمی داشتم حالا دیگه بر نداشتم و رو زدم بذار این کار انجام بگیره و با هم دیگه ببینیم که من دوباره بچه اینجا رو حت توجه بکنید که یه مقدار سایز رو متفاوت انجام دادم که یه چیزی بتونم مثلا یه کاور ریلز اینستاگرامی بتونم بزنم و همونطور که می‌بینید با جزئیات بالا میتونم آقای سوپان رو اینجا ببینم خب شما میتونید در واقع اگر بخواین که در واقع یه مقدار کیفیت بره بالاتر از های ریز فیکس هم استفاده بکنید که این رو هم خودتون حالا توی جلسات بعدی سعی میکنم که های ریسپیکس رو من نگفتم بهتون سعی میکنم که اینو بهتون بگم و یه پلاین جایگزین در واقع بالا بردن در واقع رزولوشن رو هم بهتون بگم که میتونه خیلی موثر باشه ولی به هر حال اینو در نظر داشته باشید پس ما میتونیم به راحتی چهره رو عوض بکنیم و به عنوان مثال الان من یک کاور واسه موضوع کافی شاپ و اینا میخوام بزنم و میتونم به همین راحتی این کار رو انجام بدم حالا یه سری ایراد اینجا وجود داره ما میتونیم اینا رو برطرفش بکنیم بعد فینگرز خب یا مثلا deform hand هند اینو دوباره من میزنم و بریم که یه جنریت دیگه با چهره یه سپان ببینیم بچه همت که میبینید واقعا داره فوقلاده عمل میکنه حالا مثلا اگر موهای بلند نمیخوای توی پرامپت باید دست ببری بگی که شورت هیر میخوای و حالا ببینیم که یه همچین چیزی رو میتونه این پورتری داره جذابی میشه ببینیم که چی میتونه واسه ما جنریت بکنه بچا توی جلسات قبلی ما کنترل نت رو با هم دیگه کار کردیم و همونطور که میبینید فوق تونستیم که در واقع چهره صبحان رو اینجا ببینیم ما کنترل نت رو بررسی کردیم اگه یه عکس از کافه داری که یک نفر نشسته و میخوای اون رو بیاری میتونی کنترل نت رو هم توی این مسیر وارد بکنی من برم یه عکسی حالا صحبتش شد برم یه عکسی بیارم و وارد کنترل نت بکنم خب بچه من یه اکسی رو از در واقع پینترست دانلود کردم میام کنترل نت رو وارد این مسیر میکنم وای چقدر زیباست موضوع و این تصویرم رو انتخاب میکنم مدل کنی رو میتونم انتخاب بکنم یه پریویو بگیرم از اتفاقی که میفته و تشخیصی که میده حالا پیکسل پرفکت هم انتخاب میکنم بزار من اندازه خوریجیم رو هم دقیقا همین اندازه قرار بدم چند در چند است 564 847 خب پس من همین سایزی که اینجا بهم هم نمایش میده رو انتخاب میکنم و میام پایین کجا رفت کنترل نتمون خب اینو که در واقع انجام دادیم و حالا بریم که یه جنریت دیگه بزنیم الان کنترل نت هم وارد مسیر شده ما میتونیم از اوپن پوز کنترل نت به خصوص استفاده بکنیم واسه اینکه اون پوز رو هم حتما بگیریم ازش و ببینید موضوع رو شده که یک کافی جلوی این حالا در واقع پورتری ما هست و میز رو متوجه شده اما درک درست و دقیقی نداره ما میتونیم با ترش هولد یه مقدار روی جزیات کار بکنیم من یه پیکسل پریویو دیگه ازش بگیرم خب آره الان اوکیه به نظرم حتی میتونم یه مقدارم پایین تر بیارم اصلا چون میخوام که این موضوع رو مشخص بکنه بچه ها پرامتمون نباید در تداخل با در واقع کنترل نتمون باشه من اینجا نجام کلوز شات 135 در حالی که هیچ موقع لنز این تصویر اینا نمیتونه باشه پس من اینا رو بر میدارم خب و حتی پورترا رو هم بر میدارم خب حالا یک بار دیگه ما جنریت رو انجام بدیم و ببینیم که به کجا میرسیم و به همین سادگی ما تونستیم که به این تصویر جذاب برسیم هرچند که باز اینجا مثلا ما باید می نوشتیم خب این مرد نشسته روی صندلی تکیه داده به دیوار که می‌تونستیم دقیقا همچین چیزی رو بگیریم ازش اما حالا این تصویری هم که بهش رسیدیم واسه من راضی کننده بوده و به نظرم حالا اون موضوعاتی که باید رو در موردش با شما حرف زدم بچا ما توی تب ایمیج تو ایمیج هم میتونیم حالا از تصویرهایی که از یه جای دیگه دانلود کردیم از گوگل گرفتیم میخوایم چهره خودمون رو روش بذاریم بیام این موضوع رو انجام بدیم وارد ایمیج تو ایمیج میشیم مثلا این تصویر رو از قسمت ای آی فری پیک دانلود کردیم اینجا وارد میکنیم خب دینویزشو مقداری مقدار کم میذاریم اتفاقی که میفته چیه همین تصویر رو واسه من جنریت میکنه البته بچه اینو بزنیم که هم اندازه با این بشه دیگه دیستورت نشه یک بار دیگه پس اینجا این خطکش رو زدیم که اینجوری این اتفاق واسه پیش نیاد و حالا ببین خیلی ساده میتونیم این تصویر رو دوباره اینجا ببینیم همین چیزی که وارد کردیم رو حالا میایم چیکار میکنیم اینجا هم ریاکتور رو داریم بچا ما توی این پینت هم ریاکتور رو داریم و اگر سیستمتون ضعیفه میتونید ماسک بکنید چهره رو فقط بگید آقا چهره رو شما دستخوش تغییر بکن حالا میام توی ریاکتور دوباره تصویر سبحان رو میدیم چیزی که من تجربه کردم بچا اینه که توی همچین چیزی که از طریق ایمیج تو ایمیج ما داریم تصویر رو وارد می‌کنیم و مقدار دینویز پایینه چون از طریق انتشار پایدار داره این sتبیltیویژن کار میکنه اتفاقی که میفته اینه که چهره یه مقدار جزئیاتش پایینه یه مقدار نویز داره که حالا اون نویز رو چجوری رفش بکنیم میتونیم از در واقع متد های رز استفاده بکنیم اکستنشن های افزایش کیفیت استفاده بکنیم که در موردشون بعدها صحبت خواهیم کرد ولی خب میتونیم به جلسه ایمیج تو ایمیج هم که توی یوتیوب من منتشر کردم قبلا مراجعه بکنیم و از اونجا خب بریم سراغ این که در واقع از این یه چریچ یه جاهایی مثل الان گوشا رو میبینید کاملا نابودن بریم سراغ اون قسمت و در واقع گوش ها رو دوباره این پینت ماسک بزنیم و بخوایم که دوباره اونا جنریت بشن تا جزئیات بیشتری بگیرن بچه‌ها همونطور که می‌بینید یه همچین چیزی رو به همین سادگی اومدیم تصویر ایشون با تصویر ایشون رو جنریت کردیم بچه من از سمپل به 20 استفاده کردم عدد بالاتر قرار بدید مثلا 70 من قرار میدم و دینویزش هم مثلا 3 دهم قرار میدم که یه مقدار کار انجام بده اما طبق تجربه که من توی استفاده از پلاگین ریاکتور داشتم خب توی, توی این چنین تصویری که خب چهره تو روش یه عینک وجود داره و خیلی دیده نمیشه یا مثلا یه سمتی یه صورت خب اتفاقی که پیش میاد اینه که یه مقدار مثلا یه همچین نویز و اینا خب ما میبینیم معمولا که گفتم دیگه اینا باید اصلاح بشن که اصلاحش هم یه مقدار توی جلسه ایمیج تو ایمیج بهتون توضیح دادم یه مقداریش هم باید بریم سراغ اکستنشن ها بچه همونطور که میبینید خیلی بهتر شد کیفیت داستان خیلی بهتر شد چون دینویزش هم کردیم و اینکه خب این رو هم یاد گرفتیم باز اگر دلمون میخواد ما میتونیم اینو بفرستیم به در واقع تب این پینت خب اینجا و اگه دلمون میخواد میتونیم روش یه سری جزئیات رو اضافه بکنیم بچه‌ها امیدوارم که از این جلسه لذت برده باشید بچه همونطور که توی ویدیو اشاره کردم میتونید این جلسه رو با جلسه کنترل نت و ایمیج تو ایمیج که توی یوتیوب وجود داره ترکیبش بکنید تا به نتایج ای برسید برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوبمون رو دنبال بکنید. جلسات هوش مصنوعی هر هفته داره منتشر میشه. میتونید به رایگان با من همراه بشید و این تکنولوژی و این سرویس جدید رو یاد بگیرید.